شما متقاضی 15 رو بگیرم از مدیریت شهروالی بکنین، اما نرخنامه امن رو در اختیار شما قرار میتم. اونا بس تا کنیم دوست بسیر خان دیگه بس بس اون وقت هم صدر رو بگیرم، صدر برو به این را یادش گرفتند در کمیسیون باز خود ما خوش هستیم، هر چه قرضونی باشه ما خوش هستیم. اول اکثر پیاز 700 است، نه 300 بود، حالا 700 شده. کل چیز هم تو همه هر چیز ارزش ما خوش هستیم، ارزان شده، پیاز ارزان شده، ما در ارزان خوش هستیم. 1 کیلو گوشت بردم 300 تمام شوه، 300 ما مردم 320 میفروشیم. بیننده عزیز، شما در تصویر میبینید که قصابی نرخنامه داره و قیمت تمام گوشت هم اینجا نوشته شده است و نرخنامه پیش ما هم هستن. تان داده شدن او وقت یک بوجیارد 2400 افغانی بود، حال یک بوجیارد از 800 افغانی آردم پایین آمارد. ایلت شد چی هستی کم میه؟ آره سای، یعنی قوقت نوریمه تور بده، یعنی لاش چند دفعه خوش تور کده، یعنی نوریمه همیش پوره بده پاکده. آلی، بزرداشتی رسانه او یعنی از نرخنامه شما خلاف ارزی کنید؟ نرخنامه داره همون ستاره نرخنامه. ولی این می شاید اگه من 360 گرم خامش باشه. همین ترازو رو بیارین، همین ترازو رو بیارین. نیو دیگه چه طول کرد؟ طول بکنین. یکم یک طول کنه چند است؟ این ترازو رو بانین. گوشت رو فعلا ما 300 سودا میگم، نرخنامه ما دین روز گوشت ما چیزی که تمام هست اون تطبیق میکنه. نرخنامه تا تمام مال است. صحیح هم که متاسم باشه. بله بله هم که متاسم صحیح. این گوشت شو در اصل ما اسم میفهمیم، ما مبارک رمضان هستن که اونم اقتصاد و وضعیت اقتصادشان خیلی ضعیف هستن. ما شما پیدا بخوریم که اندک باشه و بینصاب باشه. چی مشکل است از کشتارگاه و از موضوع؟ نمی فقط از کشتارگاه است، دیگر یک گزاره 1450 افغانی میگیره. هموطنان عزیز سلام و روزتان بخیر، خصوصا بیننده های عزیز شبکه افغان مایک. امروز باز هم ما حیات الله ساغزه و همکارم حبیب جان از همین محل در خدمت شما هستیم. شما همین لحظه میبینین ما همراه حبیب جان آمدیم با شاروالی شهر مزار شریف. امروز قرار است با معاون و سرپرست شاروالی شهر مزار شریف میریم داخل شهر، با مردم صحبت میکنیم، با کسبکارا صحبت میکنیم. قسمی که شما میفهمین از طرف شاروالی برای دکانداران یک نرخنامه تعیین شده. این نرخنامه هم شامل قصابی میشه، شامل نانوایی میشه، برنج و روغن و زرق، چیزایی که به خاطر روزمره مردم و شهروندان استفاده میکنند. میریم اول با معاون و سرپرست شهرداری شهر مزار شریف معرفی میشیم، بعد از او با خود معاون یک جا میریم داخل شهر، از نرخ و نوای اجناس و اقلام که مردم روزانه مصرف میکنند از او احوال میگیریم و از قیمتاشان آگاهی پیدا میکنند. پس بیننده عزیز با ما بشین، بیاین ابی جان بریم داخل شهرداری، بریم با شاروال صاحب یک مصاحبه داشته باشیم. اول بهتر است که با او معرفی شویم. بینیدوی عزیز شما هم لحظه میبینید که ما داخل یک ساحه کاملا سرسبز شهرداری شهر مزار شریف هستیم. واقعا خدماتشون قابل قدر است. میریم معاون صاحب در زیر درخت ها استاد است، زیر سایه درخت ها، چون هم وقت سایه میفاره، چون ما و شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم. پس با معاون صاحب یک معرفی میشیم، بعد میریم داخل شهر و با مردم با کسب و کاران صحبت میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ الحمدلله. شما خوب هستین محترم؟ بخیر باشین. پشتو بگویم، دری بگویم، ازبکی بگویم، کدام زبان بگویم؟ دری و پشتو بگویم. اگر بر بیننده عزیز ما خود معرفی بکنید. مولوی محمد نسیم عبید، معاون مزار شهرداری. مولوی صاحب امروز اگر زحمت نمیشه، گرچه ما شما در ماه مبارک رمضان هم قرار داریم و از طرف فرمان الهی نه خوردن
نه اجازه خوردن و نه اجازه نوشیدن نداریم. اگر بریم با شهر با مردم صحبت بکنیم از نرخ نوا، مثلا قصبه کاران است، کسانی که قصابی میکنند یا نانوایی دارن، از نرخ نوایشان بپرسیم که اینا فکر کنم شما شاید نرخنامه داشته باشین. بله نرخنامه هستن از طرف بایدات مقام ولایت، از چند رئاسات زیدخل، شهروالی، رئاسات شهروالی و زراعت و مستوفیت و اتاق تجارت و اینا کمیسون ده جور میشه. بعد از اون به موافقه اصناف خبازان و قصابان یک نرخنامه تعیین میشه. بعد از اون نرخنامه را برایشان میدین، بعد از اون تطبیق میکنن. شهروالی امیریت تنظیم مارکت ها و انضباط شهری و تمامشان 24 ساعت به تطبیقشان است. یعنی نرخنامه تنها توسط شهروالی آمده نمیشه، دیگر ارگان هم زیدخل هستن؟ بالکل، از تو کمیسون هستن به هدایت مقام ولایت و البته راستشان رئیست شهروالی هستن که از کارهای شهروالی از شهر نظارت میکنه. یک نرخنامه خب فعلا پیش ما است، از نرخنامه گوشت است، دیگه چند نرخنامه دیگه هم هستن یعنی؟ بله تمام اصناف گوشت و برای قصابان و برای خبازان نانوایی و دیگر مواد اولیه تمام شد نرخ داده میشه و از او باز مراقبت میشه. حوصله دارین معاون صاحب خیلی امروز بریم شهر بخیر؟ ان شاء الله چرا نمیریم، تماما امیر صاحبه و مدیر صاحبه انضباط شهری و تنظیم مارکت ها 24 ساعت هستن و ما هم در دفتر و بعد از او وقت پیدا شد میریم از او مراقبت میکنیم. میریم بخیر، سلامت باشین. بخیر باشین بیننده عزیز، با مولوی صاحب صحبت کردیم، با عابد صاحب صحبت کردیم، دیگه هم کارام اینجا هستن، اینا مسئولشون هستن. بیاین با این مدیر صاحب هم صحبت بکنیم، خودم معرفی بکنه، بعد از اون بجا امرایشون میریم داخل شهر. سلام علیکم. سلام علیکم، چاله بدر، خسته نباشین، سلامت باشین، چاله. نامتون؟ نام محمد عزیز عزیزی، مدیر عمومی تنظیم مارکت شهرداری مزار شریف. خب بسیار زیاد تشکر از اینکه هر دویتان وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. امروز اگر فرصت داشته باشین، اگر حوصله داشته باشین، میرم داخل شهر مزار شریف و از نرخ نوا یک پرسان میکنم که اونا آیا واقعا همین نرخنامه ای که شما قبلا عابد صاحب اشاره کردن آماده ساختین اینا تطبیق میکنند یا خیر؟ مشکلی نیست، ما جناب معاون صاحبان برتان گفتن که پرسنل شهروالی شهر مزار شریف 24 ساعت خدمت همشهری هستن و فعلا ما آمده هستم هر لحظه که میخواین ما آمده هستیم که در شهر برم نرخ نوا. بسم الله، بفرمایید. مولوی صاحب، عابد صاحب بفرمایید. بیننده عزیز شما با ما باشین، ما همراه عابد صاحب میریم داخل شهر مزار شریف و از نرخ نوا احوالگیری میکنیم. بیننده عزیز شما همین لحظه میبینید ما در کوچه شرشره هستم و در کوچه شرشره هم دمیر راستا کاملا قصابی است. میریم با یکی از قصابا صحبت میکنم که اینا چی مشکلات دارن، قیمت گوشت چند است. امیر رضا عبیب جان بیا قطعه بیادر ما صحبت کنیم که قیمت گوشت چند است، واقعا اینا چرا از شهروالی میناله. سلام علیکم، خسته نباشید. زنده باشید. خوب هستید؟ شکر الحمدلله. صحتمند؟ نامتان؟ حشمت الله. حشمت الله جان چه حال داری؟ شکر است مگر چطور است فروشت گوشت؟ خوب است شکر، مقدار مایده مایده. قیمت ها چند است؟ قیمت ها خو امروز قیمت داده 380 ربا. نرخنامه داری؟ نرخنامه را تازه امروز توزیع کرده 380 ربا. امین نرخنامه را برای ما نشان میتین؟ بیا ایجا عبیب جان نرخنامه را ببینیم که بیننده عزیز شما در تصویر میبینید که قصابی نرخنامه داره و قیمت تمام گوشت هم ایجا نوشته شده است و نرخنامه پیش ما هم هستن. چی مشکل است از کشتارگاه و از موضوع؟ نمی فقط از کشتارگاه است، دیگر یک گذره 450 افغانی میگیره بدون کرای رایش که مثالش ما از اینجا میبریم دموی مسلق میبریم با پس رو میاریم 600 کرا میخوره، فی گذره 2050 رو بر گذره دمو تمام میشه که کرای رایش دیگر این که از ما مجبور هستیم سری 4 دانه غریب پرتیم، مجبور دیگه هیچ کار دیگه نمونده دیگه. اگر با شهروال صاحب امی لحظه بی امراشان صحبت بکنید چی گفتنی داریم برش؟ فقط میگم جفت دمو چیز نکنه، فی گوصله دمو 500 بگیرم، ما قبول داریم، درست است، همین کارشان درست است، پاک است، ستر است، فقط همین گوصله نرخش پایین کنم دیگه هیچ کدوم مشکل نداریم. بینیدو عزیز شما با ما باشین، ما همی لحظه معاون شهروال هم میخواییم
بیادر ما امروزشان صحبت بکنه که چی پیام داره. ما میخوایم امی پیام مستقیم قصابای عزیز ما برای مشاروال یا برای معاون شاروال انتقال بده که مشکل از اونها در کجاست و آیا با این سیستم را که اینا پیاده کرده موافق هستن، یعنی از یک نگاه خودشان شما شنیدین که موافق بدن، چون گفتین که صفایی میشه از بعض گوشتای حرام هم جلوگیری میشه. درست است، مثالش یک نفر یک گوشتی حرام مرده را میاره، درست است، یک گوشتی میاره که بالا و زر گوشت هست پا تیره میکنن، درست ما قبول داریم، مگم نرخش کم مایده کنن. 1450 یک گوزاله این گوزاله 50 کلو آمده، 1450 را بمده ای دادیم 600 کرای رای شده، 2050 را با چقدر فایده میکنن فی گوزالش. شما همینجا باشین، ما معاون صاحب میارم امرشان صحبت بکنیم و پیامتان مستقیم به معاون صاحب شهرداری برسانیم. عبیب جان خودت هم همینجا باش، ما میرم معاون صاحب میارم که همراه عزیز ما همراه بیادر ما صحبت بکند. بینیدو عزیز، شما همین لحظه میبینید در تصویر معاون صاحب شهرداری شهر مزار شریف همراه ما هستن. میرم با دکاندار صحبت کردیم که امرشان صحبت کنه که قیمت راز معاون صاحب بفرمایید. سلام علیکم، خب معاون شهرداری شهر مزار شریف است و پیشتر شما گفتین و ما معاون صاحب آوردم، پیام شما اگر باشه مستقیم برشان بگویید. نید ما دیگه کدام پیام دیگه ندارم، صرف به خاطر نمی است که یک گوساله 50 کیلو همین 1450 که میگیره 600 کرای را عزیز 2050 هر گوساله دمو تمام میشه. اینا رو نرخ هم داده، درست است، ما نرخ قبول داریم 380 او طرف هم مایده کنه، درست است، نرخش تاییه، ما در نرخ کدام مشکل نداره. یک در یک اگر کرای رای ما 600 رفع میشه که ما از بال بازار ببریم در مسلق، از مسلق پس در دکان خود بیاریم مطرفش یک در یک زیاف میشه، ما دیگه کدام گفتنی که زیاف نداریم. سایست انشالله و رحمن شروالیم که نرخ داده شما بله. چند ریاست های زی دخل هستن اونم سنجیس کده و بمرای سنف کلانتر های اصنافتن بعضم انشالله و طلاب شروالی خدمت هستن. ماه مبارک رمضان هستن، بعد ما شما انصافانه که در مردم ظلم نشوه پایده باشه اندک انشالله و طلاب یعنی بی قطعون و مهنیم که لگاش خورده بتانه این وضعیت خراب است، یک نفر صد رو با کرای غلطه اگه میکنه صد پایدا میکنه، بعد یکان صد رو باید یک گوشت و یک شب بخوره. از یک نگاه می کار شاروالی رو ما تقدیر میکنم، شما گرچه میفهمین در جمهوریت متاسفانه گوشت های حرام، گوشت های حیواناتی که مرده بودن اونا را باز میگرفتن به فروش میرسن، حتی گوشت مرکب و سگ و چیزا هم بود نبودن. والا خو ما در اینجا خونه ایدیم، مگم داخل منده ای را گفته نمیتونیم، داخل منده ای خوزیاف هم شاید رئیس های هم اونجا دیده باشن دیگه. ما که از کار ما دمی شهر شده اگه 10 سال شده دیم بندر هستیم خودمون، گوشت ما خالص میده گوسالت قیمت باشه یک داره به قیمت میگیم، مشتری خود میگیم قیمت است، اردن باشه میگیم اردن است، چیزی خوب است میگم به حساب از دوش ما کدام گفتنی نداریم، صرف همه قصد یک در اگر قدمو طرف دمون نرخ هم پایین کن. آقای صاحب در اطلاع نرخ شما چی گفتنی دارین برای شهروندا، برای قصابا چی گفتنی دارین؟ نرخ پایین میشه یا امو پروسیجر که شما دارین امو کمیسون؟ گفتنی ما خو گفتم برای فیلن که از چند ورگانایزی دخل کمیسون هستن. بله بله. نرخ تثبیت شده با همکارای کلانتارای اصناف بعض انشاءالله رحمان مزار شروالی تماما ضرورت اینا را در نظر داره و از مردم هم از مشتری هم کوشش میکنه که اینا متضرر نشوه و مصلحی که هستن او بخاطر که گوشیشان استاندار و دیگه پاک باشه پاک سطره باشه خوش هستیم دیگه گوشت مرغ فعلا چند است؟ گوشت مرغ نفت داده 250 افغانی از 250 خواهیم روز نفت؟ مثالش از او مرغ از بیادر ماست همین روز خود ما طول کردیم مرغ 60 رو بغل دیده 260 رو به گوشت خالص دید واقعیت دیگه اینا رو ما اگر 60 بفروشیم پیسهش میشه اگر 70 بفروشیم از قانون اندک سرکشی میشه ایران موندیم چی کنیم؟ باید ایران ماده نظر بگیره شرکت باید پچخ شوه انشالله او را شرکت والا اتحاد دارم شرکت میشه اونا را کسابه را که ما وردم برسی کنیم اونا را برسی میکنیم انشالله بخیر انشالله مشکلش محل میشه از ما با روی خرید فروش هست دیگه چیزی که ما خریدیم مرغ مثال میخریم 170 رو پزنده شد باز تو چیز میشه و مطبعا هر کیلو 70 رو به کسرات داره باز هم کسراتش هم ما میپردیم هرچی که غلطید ما در پا فایده ما را سرش میمونیم زیاد میمونیم.
بخیر باشیم. سلام. ماوین صاحب زنور دکانون تمام لارسو. بیننده عزیز شما میبینه که ما با یک از قصابان کوچه شرشره صحبت کردیم. میریم با دیگه قصابا صحبت میکنیم. سلام علیکم. اینجا بیاین صحبت بکنیم که گوشت از چند قرار است؟ گوشت از چند میپرسین شما؟ گوشت 380 گوشت گوشت گوساله را. گوشت گوساله را. نرخم دامون نرخ شرایطی که دارم. آبی. نرخ ما اینطور کجا است؟ نرخ ما. نرخ ما چیز پیام اگر دارین در رابطه با مشکلاتتون ماوی صاحب مستقیم در خدمت شما است میشنوا. ماوی صاحب فقط این گوساله کم قیمت از کم ارزان شده خوب از خاطر که 1000 گوشت قیمت است گوساله. اصل گوساله در مال بازار که بریم کم قیمت است از خاطر. ولی ما 380 میفروشیم بخ خدا مهربان است. گوشت گوسفند چه می گوسفند نداریم. از ما صرف گوساله است. گوساله است. بله. و بخیر باشین. سلامت زنده باشین. کوشش که ماه رمضان مبارک رمضان هستن به خاطر مردم هم سهولت باشه ان شاء الله چیزی که ضرورت شما رو برم شرالی ان شاء الله در زاتون زاتون بخیر باشین. بخیر باشین. من با یک دو قصاب دیگه هم صحبت میکنم. بینیدای عزیز باز میریم بخش کنترل نخمه اینا گوش خوب هستین شکر الله جور هستین بخیر گوسپند گوشت گوسپند شما چند میفروشین؟ 420 روپا. از شروالی به شما نرخ داره 400. بله ها نرخ نامه هم سر خواستم. چی مشکل دارین؟ کدام مشکل اگه داشته باشین ماوین صاحب شهرداری شهر مزار شهر همین لحظه همین جا هستن. شما باز ماوین صاحب نباشن میگین ما ماوین صاحب دیده نمیتونیم پلان است پستوان است. ما دیروز با قصاب صحبت کردیم زیاد گپ زد. این تو مشکلات دارم. این اول شما اگر هر مشکلی دارین مستقیم ماوین صاحب همینجا است همین لحظه مشکل شما را میشنوه. ما کلانتر داریم نماینده داریم کلان داریم ما میو خودشان میفهمند دیگه. خب کلانتر تا کجا است همینجا است؟ او همین قدیر است نامش قدیر کلانتر بولا. ان شاء الله مو گوشت گوسپند که شما 420 روپیه متضرر خو نیستین پیدا خو میکنین. مال قیمت است دیگه مقصد مصاریف زیاد مه مصلح نو جور شده. مبارک رمضان هستند شما امرا مراجعین تن خوب میشه که پایدای تن کم باشه بخیر باشن سلامت باشن سایز خاریسا بخیر باشن تشکر لولا زنده باشن بخیر باشن حاجی صاحب خسته نباشین خوب است بخیر است اینجا دادم خوب است حاجی صاحب خیرت اینجا چیکار میکنید قصاب هستین ماوی صاحب شهرداری شهر مزار شریف اومدم میلاسه چه مشکل دارین مشکل ما همین است که بعد از رقم مالیات ما بعد از زیاد اومد گوسله میدیم 14 و نیم ساعت بعد از 6 سنه مصرف 2000 تمام میشه گوشت اساس میده 2400 سودا میگیرم 380 باره نمیکنه 380 مجبور میتیم دیگه گوشت باره قبل از چند میدادن 360 بود از وقت اول چند شده اول 380 رو نخ دادن 380 باره نمیکنن گوشت قیمت از زره دو وقت چه فایده میگرفتین 10 روپا اول چه فایده اول فایده نمیکنه غیر نقص تمام نکنم که یک دکاندار با خاطر نقص بشینه نقص میشه چیکار میگه گوسله میکشه بار که فایده نمی غیر نقص نخره چیکار میگه حالا می کشتارگاه خو از نظر ما از نظر شهروندارم خوب کار شد به خاطر که بعضی از قصابا دور از شرافت شما باشه تا گوشت مرده حیوانات گوشت سگ و گوشت مرکب هم در جان مردم میزدن اورا چی میگن قصابا ما میدن وقت میدن قصاب بندر شهر اگر گوشت خلاف کار نکده خوب شدن دیدین یا نه ما میدن اول صدر ما وقت میدادیم صدر بود خودتون اون دکتر صاحب جون که صدر میدادم رو گوشت ما رو چیز میگد اون وقت ما بدم صدر برام میدادیم اول که اومدن 14 تا تاون میشه بدر مالیا میگه دیو میگه فایده مایده نداره چی کنیم خیر یعنی ما برای ما چی پیام داریم ما این سو مزه که داره گوشت بالا برن اینو بیاد گوشت گوسله 4 ساعت کنن بر رک 4 یک در 20 بالا کنه روغن بر ارزان میشه باز مردم چطور بخرن میخره خدا مهربان است 420 اکثر مردم وضعیت سر شما رم ضرورت 420 رو بس این سنق داد قبول داریم مزار شروالی شما رم ضرورت شما رم در نظر داره از مشتری هم در نظر داره ای تو مردم میای کی مردم شهر ما شما است میفهمیم ما مبارک رمضان هستن که اونم اقتصاد وضعیت اقتصادشان خیلی ضعیف هستن ما شما پیدا بخوریم که اندک باشه و بینصاب باشه مراجعین ما شما عالمی شما این مسلک ما را بیادر 200 کنین یا 300 کنین ما خود ما دانم 60 میتیم 380 شما نرخ داریم ما 360 میفروشیم گسله را 420 نرخ داریم 400 گسپند میفروشیم 150 رو به ما را بگیرن این فکر کنین این خود همی 14 رو میگیرن تا اردن ما 2000 تمام یک بره میاد مثال 10 کیلو 10 کیلو می 500 مصرف میکنه در سر زمین پاس گوشت برام بهش 480 روپا اینا مردم چی رقم بخره اولش خود غریب کار بینه که 480 بای کنه می قره خداست
اما تو زوان نیست اما ارزونی باشه کلی که میخره شما ما مبارک رمضان است به نرخای کشرالی داده به او پیوند باشید بعد از او شبه کمیسون است اما قصد که نمیاد این مالی ما رو نمیره 14 روز نمیره از ما مراد کنین ما از شما خوش هستیم ما از اون وقت هم صدر میگرم صدر برو به ایرا یادداشت گرفتن در کمیسیون واسه خود مهم صاحب پیام ما میرسونن سایز ما خوش از هر چه قرضونی باشه ما خوش هستیم ولی اکثر پیاس کنه 700 است نبود 300 بود حالا 700 شده کل چیز هم بود همه هر چیز ارزون شده ما خوش هستیم ارزان شده پیاز ما شده ما در ارزون خوش هستیم 1 کیلو گوشت برام ما 300 تمام شوه 300 ما مردم 300 20 میفروشیم این 480 تمام میشه این یک برام مثلا 9 کیلو میه 3 کیلو از فامیل روغن است نمیخرن مردم چیکار کنه ان شاء الله کوشش میکنه که میسون هستن وای رمضان شریف موقع گردم سایس بخیر باشین زنده باشین بخیر باشین بیننده عزیز ما آمدیم به کوچه منوی شهر مزار شریف بیایم که قیمت گوشت از اینجا پرسان داخل نلوی باش آلتا با مولای سبلار سو دلتا با گوشت قیمت پرسان او کوچ سلام علیکم شما خواست محترم سلام علیکم ما خواست محترم کردید سلام باشید خوب است بخیر سلام بخیر ما سه شهر مزار شریف آمدیم خوش خاطر کنترل ما تا گوشت. بله. ما شما میتونید پرسون کنید چون بین شما این طرف بین شما این طرف بین گوشت گوساله هستن. بله ما چند میفروشید؟ 4 هستا. خب چند میفروشید؟ گوشت 4 فعلا ما 300 سودا میگم نخرامی ما دین روز شش تا ما چیزی که سامان هستم تطبیق میکنه. خب میتونم کجاست؟ نخرامات اینا هستن. اینا مالسه. ها. سایس. اما که من تاس بله اون. آه بله ما که من تاسم. سایس. اینا گوشی شو درسته بلدی تو این فایل خوش تو سایس خیر بگی شما میفهمید که ماه مبارک رمضان هستن ان شاء الله رحمان فایده کم باشه و بخیر باشه ان شاء الله مردم مراجعین ما شما وضعیت اقتصادی شان ما شما ببینید سلامت باشین خیر بخیر باشین چیزی که توان ما باشه دیگه ما در اصل سایس بخیر باشین زنده باشین ما به صدات سبب خبری ورسره بکو سلام علیکم سلام علیکم شما خواسته محترم خیرت است خیر خیرت است جور سلامت باشید حسنا باشید سلامت باشید خوب هستید گوشت چند است گوشت 380 روپیه گوشت چیه گوساله است دیگه چی گوشت داره دیگه فقط گوشت گوشتاره مو گوساله می باشه میرخنامه داری میرخنامه دارم بله چی وقت گرفتید میرخنامه تا ما دین روز میرخنامه تحصیل شدیم خب چی مشکل داره یا شکر هیچ مشکلی نداریم خب اگر کدام مشکل داشته باشه ما به شهرداری شهر مزار شما می لازم اینجا است فقط این مسلک یک ذره نرخش بلند است از مرد اسلامی خواهش ما می است که یک ذره نرخ مسلک پایین بیاید دیگه ما دیگه مشکلی نداریم نرخ مسلک پایین بیاید ما هم گوشت یک در پرزان سوال میکنیم مسلک از یک نگه خوب هم نیست؟ خوب که پاست مسلک بسیار خوب مسلک با خدر پاکی گوشت و گارانتی بسیار بعضی شما ان شاء الله رحمت بساری کسابا خوب مردم هستن و بعضی یک نیم میتون پیدا میشه که خدا نخواسته گوشت حرام و دیگه گت نشو از مسلخ دیگه اونجا از ویترینری هم چک میشه از مسلخ هم بسیار خوب میشه ان شاء الله رحمت اگر بعضی مشکلات باشه برام حل میشه از طرف ان شاء الله پایان تا بعد کمیسون میرسونه بخیر ان شاء الله سلامت باشید سلامت باشید خیر باشید السلام علیکم خوب هستین؟ چند گرام هست؟ گرام کدی یعنی؟ بیا بگم چرا بیا بگو کلانا؟ باش به شما خوب هستین؟ بینیده ایزم ابراشان آجی سب سلام علیکم خسته نباشین چیال داریم بخیر؟ سیاتمن چندی هست نان؟ نانا رو 15 به سودا میدیم چند گرام میه؟ بوجا میگه 400 گرم میکنم و درفگی چند است؟ درفگی دو تلا جور میکنم 8 به میدم نیم تلا کش بگو چند گرم است؟ او 200 گرم نخواهی شما داری یک تول کن یک تول کنی نیا 400 گرم نه 400 نه دی غلط وای این چند است؟ اینا 350 گرم 15 گرم نان بیستابخانی 360 گرام است و ده افغانی هم 180 گرام است گفته مولوی صاحب شما یک تول کنین امرا یک بیگوی اسم یک چند تون میکنید متلا خرات اون تو قید دیگه دیگه کس بزرگ نمیخره رو ولی این دو تا اوتلا یک ساعت نندش میپرتون تا اش بدم شما را وزن بکنید یک وزن بکنید یک وزن بکنید آل ترازو پاوسو بیار ترازو را بیار دوز وزن
بیار ترازو را بیار اینجا. اینجا بیار. بان این چهار است یک دقیقه. بان یک سد و پنجاه و دو. اینجا چند است؟ یک سد و هشتاد. یک سد و هشتاد. ترازو نداریم آجی سایا چی دار؟ ترازو داریم ترازوی دستکی است که رقم ترازو نیست. در دستکی معلوم نمیشه گرامش؟ معلومه شاید اگر تا بالا شده باشه. از این نرخنامه کجاست بیشتر است؟ نرخنامه نیمانه داریم یه مدیر سا شما نرخنامه ندادین برشان؟ نرخنامه داد شما کلانتارتان نداد. یه تا بار خنامه نداد. امیر یک تا بستم کردیم. استعداری شفی گرین مدیر سا بسته کردیم. اگر دا اینده بادمی کار کردن؟ نه امو علی از خود نرخنامه نرسیده کلا که شهر میرسیده شما نرسیده دیره بسته کنیم مرا بسته نکده بود خوبی از موجود است یک دفعه تا خطی گرشه همه چند دفعه پورا بتونیم اگر همی جای برای مولای صاحب تعهد میتین برای حضور رسانه ها خب مولای صاحب شاید برتان اجازه تا اگر از نگاه قانون مولای صاحب از نگاه قانون باید چی برخورد شود؟ نامه برتان داده شدن رو وقت یک بوجیارد 2400 افغانی بود حال یک بوجیارد 1800 افغانی آردم پایی نمارد ایلت شد چی هستی کم میه؟ خاری سای یعنی قوات نوریم تور بده یعنی لا چند دفعه خوش تور کده یعنی نوریم همیش پوره بده پاکده حالی بزرداشتی رسانه و یعنی از نرخنامه شما خلاف ارزی کنید چند گرام مسیح؟ یعنی شاید 360 گرام خامش باشه. همین ترازو را بیارین، همین ترازو را بیارین. نه، اون دیگه چه طول کرد؟ طول بکنین. یه نمی یک طول کنه، چند است؟ این ترازو را بانین. 0 شو بزن. دو سد و هشتاد. دو سد و هشتاد. بیست افغانه. اینجا 360. بیست افغانه. سی چند است؟ پانزده سد و میکنیم. خب باید با نرخنامه باید برابر بکنین. این تماما چی تن خلاف نرخنامه است. پانزده رفع سد و میکنیم. ولی مدیر صاحب برای پانزده رفع که شما نمیتونین وزن بسازین یعنی چند گرام باشد؟ برای فیلم تقاضای ما نبودن که امو دو قسم نان برشان دو نقطه شده شما امو تقاضی 15 رفت گیرم از مدیریت شهروالی بکنین امو نرخنامه امون رو در اختیار شما قرار میتم اونا بس تا کنید دو بود بسیر خان بیا برد دیگه خیر مولا صاحب بس چند خبر کنیم یک بینینده عزیز شما دیدین شهروالی شهر مزار شریف برای تمام نانوایی نرخنامه داده برای قصاب هم نرخنامه داده زمانی که خود مولای صاحب دیدن و ما را دیدن امو نرخنامه را گفتن امو لحظه شما ببینید که نان ما طول کردیم که از امو قانون اصول نرخنامه شهرداری شهر مزار شریف عدول کرده بود شما همین لحظه میبینین بینینده عزیز که شهرداری شهر مزار شریف کسانی که نانوایی که از نرخنامه شهر مزار شریف عدول میکند مهر لاک میکند ما رفتیم به قصابی هم رفتیم و قصابی ها ما را دیدن خدا به اصطلاح کشیدن دیگه شما می لذت در تصویر دیدین که مهر لاک شدن تا پند و نصیحت برای دیگه نانوایی ها باشه که مطابق هم نرخنامه ای که شما می بینین در تصویر که اینجا شهرداری شهر مزار شریف برای انواع اقسام نان قیمت و اما گرامشان هم مانده پس اگر شما از این نرخنامه عدول میکنید همین گونه همراهتان برخورد میشود پس مطابق قانون و اصول شهرداری شهر مزار شریف برخورد نمایید خب مولای صاحب بزرگوار اول خب بسیار زیاد تشکر میکنم که در این ماه مبارک رمضان ما واقعا شما را سرگردان ساختین چندین جا با ما رفتین قدم زدین تشکر میکنم از شما زیاد مزایم از شما نمیشم اگر کدام پیامی داشته باشه برای شهروندان شهر مزار شریف مایک و کامری ما در خدمت شما است پیام ما هستن برای شهروندای عزیز که برای تمام اصناف نرخنامه از طرف کمیسیون شهروالی که از به هدایت مقام ولایت برشان تهیه شده نرخنامه و ان شاء الله رحمان در نرخنامه اینم مفاد داره برای شهروندان چی ما هستن که اینا معلومات بیته
اگر بعضی اصناف از نرخنامه اینا خلاف ورزی میکنه یا گوشتشان کسبه یا حرام گوشت استفاده میکنه یا خراب باشه یا ترخیر باشه بدبو باشه اینا معلومات بتن د شهرولی د کمیسیون شهرولی د امریتی تنظیم مارکتا که تمام پرسنل شهرولی د خدمت هستن ان شاء الله رحمان رسیدگی به وقت شون رسیدگی میکنه دیگر گفتنی نداریم باید همکار باشند ان شاء الله رحمان تمام پرسنل شهرولی د خدمت اینا باشد بسیار زیات تشکر سلامت باشید بخیر باشید خدا حفظتان بخیر باشید بینندای عزیز ما می نخنامه صنف خوب بازان شهر مزار چندین نرخنامه امرای ما است این نرخنامه برای مدت یک ماه است که از طرف شهرداری شهر مزار شریف ترتیب و به تصویب رسیده البته نه تنها توسط شهرداری در این کمیسیون چندین تن از ریاست هایی که خود شهروال صاحب نام بردن از خود مقام ولایت هم تا نماینده هستن به خاطر تعیین قیمت نرخ ها و یا نرخنامه ها پس ما اینجا میبینیم که قیمت ها چی است قیمت فی قرص نان پخته شده در خبازی های شهر 180 گرام 10 افغانی است و 360 گرامش هم 20 افغانی می باشد این قیمتی از نانوایی ها بود میریم به قیمت های بعدی که در اینجا هست گوشت گوسفند 1 کیلو 420 افغانی است گوشت گوساله 380 افغانی است گوشت گاو 350 افغانی است گوشت بوز 420 افغانی گوشت اشتر 300 افغانی است دنبه گوسپند هم 300 افغانی است جگر گوسپند یک دانه 250 افغانی جگر بوز هم 200 افغانی جگر گوساله هم 200 افغانی جگر گاو 200 افغانی گوشت کله 140 افغانی گوشت مرغ ذبح شده فارمی 250 افغانی و پاچه 180 افغانی البته ناگفته نمانده که این نرخنامه برای مدت یک ماه است میریم به نرخنامه بعدی برنج باره اول وطنی 7 کیلو 800 افغانی است برنج زراعتی سرخه 450 افغانی برنج دوم سیله پاکستانی سیله اول پاکستانی 24 کیلو 2800 افغانی است و برنج دوم سیله پاکستانی 24 کیلو 2400 افغانی است لوبیا سرخ هم 7 کیلو 840 افغانی لوبیا سفید 660 افغانی نخود خام وطنی 100 افغانی و نخود خام خارجی هم فی کیلو 140 افغانی دال نخود هم فی کیلو یا 7 کیلو 350 افغانی نسک خارجی 700 افغانی نسک وطنی 730 افغانی ماش خارجی 550 افغانی ماش وطنی 450 افغانی و برنج شاه لونگی است ماچم چی هستی چی رقم برنج است ماچم 350 افغانی است این قیمت های برنج بود که در از طرف شهرداری شهر مزار شریف این نرخ تعیین شده است و یک لیست کلان مانده ایران بخوانیم به مدت یک ماه است کباب 8 سیخ 4 تکه بافی قرص نان همراه ترکاری 150 افغانی ما 160 170 180 هم می خریدیم و کباب شامی 6 سیخ بافی قرص نان 150 افغانی است کباب جگر گوسپند 4 تکه 8 سیخ یم 150 افغانی است کباب چوپان 4 سیخ بافی قرص نان 200 افغانی است کباب مرغ 4 سیخ 4 تکه 150 افغانی است فی کیلو گرام مرغ بریان شده فارم های وطنی با فی قرص نان همراه ترکاری 280 افغانی است فی خوراک قابل پلاو با فی قرص نان همراه ترکاری و سالاد 160 افغانی و فی خوراک چاینکی از گوشت گوسفند 150 افغانی این هم خدا تا می آخر بینیدای عزیز لیستش است یعنی اگر ما تا آخرم بخوانم ای خلاص نمیشه عبیب جان امیر برای بینیدا از همینجا نشان بدین که کلشان ببینم یعنی قیمت هایشان تمام مواد خوراکی است که قیمت های تمام مواد خوراکی است که از طرف شهرداری شهر مزار شریف همراه با چند کمیسیون به تصویب رسیده و بعد مطابق نمی نرخنامه ها اینا در شهر برخاطر کنترل مواد ارتزاقی در شهر اینا اجراعات می کند هر دکاندار یا هر قصاب و هر نانوایی که زمین نرخنامه ها عدول بکند مطابق با قانون مطابق با اصولنامه شهرداری شهر مزار شریف
اینا توانایی ازیرا داره که شخص مذکور را دکانش قلب بزند و برای مدت چند روزی که اینا آمده نظر میگیرد مهرلاک بکند. پس بیننده های عزیز، اول خواه شما قلبا سپاسگزاری میکنم که تا این حال با ما بودید. این بود برنامه امروزی ما که با همراه معاون شهرداری شهر مزار شریف گزارش ثبت کردیم، رفتیم شما در تصویر دیدین داخل شهر مزار شریف همراهشان قدم زدیم، از تمام موضوعات شما را آگاه ساختیم. پس این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعد، شما همه هموطنان عزیز را، خصوصا بیننده های عزیز شبکه افغان مایک را، به خداوند پاک و یکتا می سفارم. خداوند حافظتان.